و اما میهمان گرانقدر بعدی همایش شاهزاده رضا پهلوی از شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته شده در عرصه ملی و بین‌المللی هستند. شاهزاده رضا پهلوی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، کتاب‌های ارزشمندی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه تألیف و منتشر کردند. از جمله این آثار اشاره ای داریم بر کتاب نسیم دگرگونی درباره مردم سالاری در ایران گذشته و آینده و زمان انتخاب، میثاق با مردم و آزادی برای هممیهنانم که خواندن این کتاب ها را به همه دوستان توصیه میکنیم. به سخنان شاهزاده گوش. هممیهنان گرامی، به همگی شما درود میفرستم. سپاسگزاری میکنم به صورت ویژه از جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران که از من تقاضا کردند که پیامی رو برای شما به مناسبت این جلسه بفرستم، و بنابراین از فرصت کوتاهی که دارم استفاده میکنم تا نقطه نظراتم رو با شما دوستان در میان بگذارم. مسئله‌ای که قطعاً همگی امروز باهاش مواجه هستیم، فراهم شدن زمینه همکاری و همسویی بی سابقه است بین جریانات و گروه‌های مختلف سیاسی، به خصوص در ارتباط با کمپین نه به جمهوری اسلامی که از داخل ایران برخاست و علت موفقیت اصلیش هم دقیقاً این بود که هیچ صاحب خاصی نداشت و بنابراین صحبت این که جریاناتی بخوان برن زیر پرچم این یا آن گروه یا دسته یا فرد یا سازمان نبوده، و به همین دلیل وضعیت بسیار بی سابقه ای رو فراهم کرده. خوشحالم میبینم که یک جمعیت متکثر و از دیدگاه های مختلف امروز با هم جلسه میگذارن، صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن، و این بسیار امریست مهم و لازم، به خصوص در ارتباط با آیندهی که میخوان همگی با هم بهش دست پیدا بکنیم. آینده ای خارج از جمهوری اسلامی، یک آینده سکولار دموکراتیک، یک آینده ای که درش تمام جریانات و تمام گروه ها و تمام احزاب و تمام نظرات و تمام باورها بتونن همزیستی مشترک داشته باشن و تحت حکومت قانون بتوانیم کشورمون رو از این وضعیت ناگوار خارج بکنیم. آنچه که در عمل بایستی بهش بسیار توجه بکنیم این هستش که متقابلا نظام ساکت نمیشینه. ارتش سایبریش هر روز سعی میکنه که جفسازی بکنه، همه رو به هم بریزه، حمله بکنه، خدشه بزنه، تخریب بکنه، و بنابراین از این لحاظ باز کاملا هوشیار بود و در مقابل هر صحنه سازی و مهندسی انتخاباتی که حتما در نظر دارند، ما بتوانیم متقابلا یک کمپین بسیار سازمانیافته خوبی در مقابله با این و با در تحریم انتخابات داشته باشیم، و این میتونه یکی از پروژه های مشترک بین گروه های سیاسی که امروز با هم همکاری میکنن باشه. در فازی که هستیم، یعنی فاز از حالا تا فروپاشی، قطعا بسیار مهم هستش که این هماهنگی بین تمام جریانات فکری به وجود بیاد و همکاری بر اساس پروژه های مشترک، که همین کمپین نه به جمهوری اسلامی شاید مهمترین مرحله آغازین این فصل جدید بوده. همگی خوب می‌دانیم که سر محتوای نظام اکثریت نیروهای سکولار دموکراتیک هم عقیده هستند، ولی خب سر شکل نظام بحث هست، و به همین منظور هستش که در آینده مجلس مؤسسان به این مسائل خواهد پرداخت و نهایتاً مردم ایران با شناخت کامل نسبت به آلترناتیوهای دموکراتیک ممکن تصمیم نهاییشون رو در شکل نهایی نظام خواهند گرفت. ما همه یک فصل مشترک داریم در آزادی کشورمون، در تمامیت ارضی ایران، و در این مورد دوشادوش هم این مبارزه رو ادامه میدیم تا زمان پیروزی کامل. من فقط میتونم به تمام دوستان آرزوی موفقیت بکنم در این کار. بسیار دوران خطرناک و خطیری رو در پیش داریم و امیدوار هستم که با دیسیپلین کامل راهی رو پیدا بکنیم که نتیجه این تغییر نظام به یک وضعیت کنترل شده و با هدف مشخص برگزار بشه و جلوگیری از هر گونه آنارشی در مملکت.
این مسئله است که بسیار بسیار کلیدی است و تعهد و همسویی و همصدایی شما دوستان در این مرحله میتونه زمینه ساز اون آینده باشه و این رو در عمل میتونیم به خود و به دنیا نشون بدیم که ما مردم ایران کاملا قادر هستیم که پس از جمهوری اسلامی وضعیت کشورمون رو به دست بگیریم و مراحل نرمالیزه کردن وضع کشورمون رو به دست بگیریم و برگردیم به جوامع پیشرفته جهان. امیدوارم در این کار همگی موفق باشید، جلسه خوبی داشته باشید و مجددا درود میفرستم به همگی شما، به خصوص به تمام کنشگران و فعالین سیاسی که بیشترین از خودگذشتگی رو از خود نشون دادن و برخیشون در حال حاضر در زندان هستن همچنان که دوستان میدونید، مثل نوریزاد و خیلی های دیگه. امیدوار هستم که هرچه زودتر ما وضعیتی رو بهش برسیم که دیگه هیچ وقت و هرگز در کشورمون زندانی سیاسی نداشته باشیم. تشکر مجدد از جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و با آرزوی پیروزی برای همگی شما.